از شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، عمر ابن خطاب و افرادش حضرت علی را کشان کشان به سمت کاخ ابوبکر بردند. نقل است حضرت علی فرمود مرا کشان کشان به کاخ ابوبکر بردند. ما به کاخ ابوبکر رسیدیم، عمر ابن خطاب در حالی که ابوبکر بالای منبر نشسته بود به او گفت چطور بالای منبر نشسته ای و این مرد نشسته و روی جنگ دارد و بر نمی خیزد با تو بیعت کند؟ دستور بده گردنش را بزنیم. این در حالی بود که امام حسن و حسین علیه السلام ایستاده بودند. وقتی گفته عمر را شنیدند به گریه افتادند. امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب آن دو را به سینه چسبانید و فرمود گریه نکنید، به خدا قسم بر قتل پدرتان قدرت ندارند. و سپس حضرت علی رو به ابوبکر کرد و خطاب به او گفت ای ابوبکر، چه زود جای پیامبر را ظالمانه قصف کردی؟ آیا تو و این رفیقت عمر ابن خطاب در قدیر خم به دستور خداوند و رسول او با من بیعت نکردی؟ در این لحظه عمر ابن خطاب که فردی بی ملاحظه و بددهان بود خطاب به امام علی گفت برخیز ای فرزند ابو طالب و بیعت کن. حضرت علی فرمود اگر انجام ندهم چه خواهید کرد؟ گفت به خدا قسم در این صورت گردنت را میزنیم. امیر المؤمنین سه مرتبه حجت را بر آنان تمام کرد و سپس بدون آن که کف دستش را باز کند دستش را دراز کرد. ابوبکر روی دست او زد و به همین مقدار از او قانع شد. حضرت علی قبل از آن که بیعت کند در حالی که تناب برگردنش بود خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صدا زد ای پسر مادرم، این قوم مرا خوار کردند و نزدیک بود مرا بکشند. اما آنچه باعث شد که حضرت علی از حق قانونی و شرعی خود بگذرد و با ابوبکر از روی اکراه بیعت کند این بود که اگر حضرت علی با ابوبکر مطلقاً بیعت نمی کرد باعث فساد و خونریزی میان مسلمانان می شد و اسلام ناب محمدی کاملا از بین می رفت. و بعد از آن که حضرت علی با ابوبکر بیعت نمود سلمان فارسی، مقداد ابوذر و بسیاری دیگر از اصحاب حضرت علی نیز با ابوبکر بیعت کردند و این قسمتی دیگر از مظلومیت های بی انتهای مولا علی علیه السلام است. و این قسمتی دیگر از بدعت های عمر ابن خطاب و رفیقش ابوبکر بود. Thank you.
و این یعنی مظلومیت خاندان اهل بیت. وقتی که عمر ابن خطاب با حضرت علی ابن ابی طالب بدرفتاری می کند، دلیلی ندارد که ما عمر ابن خطاب را قبول داشته باشیم و این قسمتی دیگر از تاریخ غم‌انگیز مسلمانان و اسلام است که تا ظهور و حضور مهدی صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه شریف قلب هر آزاده و عدالت خواهی را خواهد فشرد. پاینده و عزیز باشید.